با نام و یاد خدا و عیسی مسیح شروع می‌کنیم. مبانی انجیل. بعد از تعمید ما باید صحبت، رشد در راه تقدس یا همون زندگی تحت تأثیر روح به جای اسم را پیش بکشیم. رومیان 6 باب 22 و 1 باب 8 و غلاطیان 5 باب 16 و 25. از طریق وفا به کلام خدا است که ما رشد در راه تقدس را تحقق می بخشیم. یوحنا 8 باب 7 و 15. دیده این که روح راهنمای ما است، بدین معنا که روح خداوند در کلام است. باید در تمام زندگی از طریق بررسی و مطالعه دائم کتاب مقدس به کلام نزدیک بمانیم. بررسی دقیق کلام باعث می شود که انسان لزوم تعمید را بفهمد و در نتیجه آن را انجام دهد. این فرایند که بگذاریم کلام اعمال ما را تحت تأثیر قرار دهد و زندگی ما را جهت ببخشد باید ادامه داشته باشد. ولی تعمید فقط اولین قدم در راه اطاعت از کلام خداوند می باشد. آشنایی با کتاب مقدس و تعالیم اولیه انجیل این خطر را در بر دارد که ممکن است باعث می شود کلام دیگر ما تحت تأثیر قرار ندهد. در این حالت می توانیم کلام را بدین گونه اثر عملی بگذاریم بخوانیم. به ضمیمه دو مراجعه کنید. به همین دلیل عاقلانه است که قبل از مطالعه کتاب مقدس دعایی کوتاه بخوانیم. چشمانم را بگشا تا حقیقت شگفت‌انگیز کلام تو را ببینم. مزامیر 18 باب 119. کلام خداوند باید مانند غذای روزانه ما باشد و البته اتکا به آن و اشتیاق طبیعی ما به آن باید حتی از میل غریزی ما به غذای واقعی بیشتر باشد. احساس ایوب این بود: از فرامین او سرپیچی نکردم و کلام او را کلام توست که خوراک روح گرسنه من است. کلام تو دل اندونگین مرا شاد و خورم می سازد. رومیان 15 باب 16. برابر این تخصیص زمانی خاص برای خواندن کتاب مقدس یکی از عوامل حیاتی در برنامه زندگی روزمره می باشد. مطالعه بیوقفه کتاب مقدس به مدت 30 دقیقه هر روز صبح باعث می شود که روزمان را با روانی سالم شروع نماییم. این گونه عادت ها که باعث شکل گرفتن ایمان می شود در روز داوری ارزشی برابر طلا خواهد داشت. برای جلوگیری از تمایل طبیعی ما در خواندن، تنها قسمت‌هایی از کتاب مقدس که برای ما جالب می‌باشد، کریستودلفیانز برنامه‌ای به نام همراهی کتاب مقدس. این کتاب از ناشر آن قابل تهیه است. تهیه کردن. در این برنامه تعداد مشخصی از بخش‌های انجیل در طی روز خوانده می‌شود و در نتیجه عهد جدید در طی این خواندن دوبار و عهد عتیق یک بار در سال مرور می‌شود. در حالی که ما روز به روز بخش‌ها را می‌خوانیم، روحیه‌مان با دانستن اینکه هزاران مؤمن دیگر هم در حال خواندن همین بخش‌ها می‌باشند، تقویت می‌شود. بنابر این، هر موقع یکدیگر را ملاقات می‌کنیم، یک ارتباط فوری احساس می‌کنیم. بخش‌هایی که ما اخیراً خواندیم باید اساس مکالمات ما را تشکیل دهد. قسمت 2، دعا. تمرین حیاتی دیگری که باید پیش گرفته شود دعا کردن می باشد. پولس از طریق یادآوری آیه میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد، به نتیجه عملی درک اعمال مسیح دست می‌یابد. من به عنوان رسول خدا انتخاب شدم تا حقیقت را به غیر یهودیان برسانم و به ایشان تعلیم دهم که چگونه خدا انسان را از راه ایمان نجات می‌بخشد. اول تیموتائوس 3:2 باب 5 و 8. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بی‌خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد.
اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. عبرانیان 4:15-16. تحسین واقعی این باور که مسیح همانند یک روحانی اعظم شخصی ماست که دعاهای ما را به خدا میرساند میتواند انگیزه دعای مستمر و خالصانه را در ما ایجاد کند. با این حال دعاهای ما نباید صرفا یک فهرست از درخواستهای ما از خداوند باشد. شکر خدا قبل از غذا، دعا برای سفر، سلامت و غیره و قسمت مهمی از دعاهای ما را تشکیل دهد. همین که ما از طریق دعا مشکلاتمان را با خداوند مطرح می نماییم باید به ما احساس آرامش دهد. برای همه چیز دعا کنید. هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که به خاطر کوچک بودن نتوان برای آن دعا کرد و هرچه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خداوند بهره مند خواهید شد. آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. فیلیپیان 4:6-7. اگر دعاهای ما مطابق اراده خداوند باشد حتما به حاجت ما خواهیم رسید. اول یوحنا 5:14. ما می توانیم از طریق بررسی کلام خداوند که روان وی را بر ما آشکار می سازد اراده خداوند را بفهمیم. بنابر این مطالعه کتاب مقدس باید به ما تعلیم دهد که چگونه دعا کنیم و در دعاهایمان چه چیزی بخواهیم و در نتیجه دعایمان قوی خواهد بود. بنابراین اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد. یوحنا 15:7. مثال های زیادی از دعاهای عادی در کتب مقدس آمده است. مزامیر 116:164 و دانیل 6:10. چند دعای کوتاه شکرگزاری و دعاهای صبح و شب در واقع حداقل دعاهای لازم می باشد. فصل 3 موعظه. یکی از بزرگترین وسوسه‌ها که در اثر شناخت خداوند واقعی ممکن است پیش بیاید خودخواهی روحی می باشد. ما می توانیم از رابطه شخصیمان با خداوند به قدری خرسند شویم که چنان در مطالعه شخصی کتاب مقدس و معنویات غرق شویم که از سعیم کردن دیگران هم دوستان مؤمنان و هم دنیای اطرافمان در آن خودداری نماییم. کلام خداوند و گفته های انجیل واقعی که در آن یافت می شود به چراغ یا پرتویی که در تاریکی نور افشانی می کند تشبیه شده است. مزامیر 115:105 و امثال 4:18. عیسی متذکر شده است که کسی که چنین نوری را دارد آن را زیر سطح مخفی نمی کند بلکه آن را به معرض دید عموم می گذارد. متی 5:15. شما نور جهان می باشید چون تعمید شده اید. شما همچون شهری هستید که بر تپه ها بنا شده و در شب می درخشید و همه در آن می بینند. متی 5:14. اگر ما واقعا بر طبق انجیل واقعی که درک کرده ایم زندگی کنیم، تقدس ما بر کسانی که ما زندگی می کنیم هویدا خواهد شد. ما نخواهیم توانست این واقعیت را که به شوق ملکوت و راه‌های دنیوی جدا شده ایم پنهان نماییم. ما باید با روش سعی معرفت واقعیت ها را با آنان که در تماس هستیم تقسیم نماییم. برگرداندن مکالمات به صحبت‌های معنوی، بحث کردن در مورد تعالیم با اعضای کلیساهای دیگر، پخش رسانه‌ها و حتی دادن آگهی‌های کوچک در رسانه‌های عمومی محلی تمامی راه‌هایی هستند که می‌توانیم نورمان را در پرتو بخشیم. ما نباید فکر کنیم که می‌توانیم وظیفه شهادت را به عهده دیگر مؤمنان بگذاریم. ما هر یک دارای یک مسئولیت شخصی می‌باشیم. در مقایسه با گروه‌های دیگر تعداد کمی از کریستودلفیان‌ها موعظه در مقیاس بزرگ را تدارک دیدند. ما هر یک با نیت شخصی خودمان هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم.
موعظه از طریق توضیح باورهایمان به خداوندمان و آنان که در ارتباط مستقیم با ما هستند یکی از کاراترین روش ها می باشد. آنان که دوستانشان ایمان ندارند باید به طور واضح باورهایشان را برای آنان توضیح دهند. البته وقتی این عمل انجام شد، ادامه دادن بحث و تحت فشار گذاشتن شخص کار عاقلانه نمی باشد. خداوند نمی خواهد که کسی تحت فشار ایمان بیاورد. وظیفه ما این است که بدون اینکه اهمیت زیادی به میزان عکس‌العمل بدهیم، بر واقعیت ها شهادت دهیم. ما مسئولیت بزرگی بر انجام شهادت داریم. حزقیال 3 باب 17-21. اگر مسیح در زمان حیات ما بازگردد، دو نفر نیست که در مزرعه کار میکنند، یکی برده شده و دیگری خواهد ماند. لوقا 17:36. اگر این اتفاق بیفتد و اگر ما راجع به بازگشت مجدد سرورمان با خانواده ما و همکارهای ما صحبت نکرده باشیم، عجیب میباشد. زندگی در آغوش کلیسا. تا کنون در این مطالعه راجع به مسئولیت‌های معنوی شخصی صحبت کردیم. با این حال وظیفه داریم که با دیگران که در امیدهای ما سعیم هستن ملاقات داشته باشیم و باز هم این موضوع باید همان چیزی باشد که ما اشتیاق طبیعی به آن داشته باشیم. ما نشان دادیم که بعد از تعمید وارد سفر در بیابان و به طرف ملکوت می شویم. این امر طبیعی است که مایل باشیم به همراهانمان ارتباط داشته باشیم. ما در روزهای آخر قبل از بازگشت مسیح زندگی می‌کنیم. برای غلبه بر آزمایش‌های پیچیده‌ای که در این دوران با آن مواجه می‌شویم، احتیاج داریم با افرادی که در همان وضعیت قرار دارند دوستی کنیم. همچنین مانند برخی از حضور در مجالس عبادت کلیسایی غافل نشوید، بلکه یکدیگر را تشویق کنید، به خصوص در این روزها که بازگشت مسیح نزدیک می‌شود. عبرانیان 10:25، رجوع به ملاکی 3:16. برای این مؤمنان باید تلاش خود را به کار گیرند تا با یکدیگر از طریق نامه و مسافرت برای ملاقات یکدیگر و برای سعیم کردن همدیگر در مطالعه کتاب مقدس، اجرای مراسم مسیحی و فعالیت‌های موعظه کردن در ارتباط باشند. ما هر یک شخصا برای امید والای ملکوت از دنیا فراخوانده شدیم. کلمه روحانی به معنای انسان فراخوانده شده می باشد و می توان آن را به تمام مؤمنان واقعی نسبت داد و فقط متعلق به چند مؤمن مطرح در گذشته نمی باشد. کلمه یونانی که در کتاب مقدس به کلیسا ترجمه شده انگلیسی اسلیسیا می باشد که به معنی انجمن فراخواندگان یا همان مؤمنان است. بنابراین کلیسا بیشتر به معنی گروه مؤمنان می باشد و نه ساختمانی که در آن یکدیگر را ملاقات می نمایند. برای جلوگیری از سوء تفاهم در استفاده از این واژه، کلیسودلفیانز تمایل دارد که به جای کلمه کلیسا از کلمه اسلیسیا استفاده نماید. هرگاه تعداد مؤمن در یک شهر یا محله خاص وجود داشته باشند، منطقی است که محلی برای ملاقات مستمر یکدیگر تعیین نمایند. این محل می تواند منزل یکی از مؤمنان یا یک سالن اجاره شده باشد. اسلیسیاهای کریستودلفیان ها در سراسر دنیا در اماکنی از قبیل مرکز اجتماعی، سالن های کنفرانس، هتل ها، سالن های مشخص یا منازل شخصی یکدیگر را ملاقات می کنند. هدف یک اسلیسیا این است که اعضایش را از طریق مطالعه جمعی کتاب مقدس و شهادت جمعی به دنیا از طریق پرتو افشانی نورشان به واسطه موعظه جمع‌آوری نمایند. یک برنامه معمولی برای یک اسلیسیای کریستودلفیان باید به شرح زیر باشد. یک شنبه 11 صبح برنامه تقسیم نان. 6 از فعالیت‌های موعظه عمومی. چهارشنبه‌ها 8 شب مطالعه کتاب مقدس. اسلیسیا بخشی از خانواده خدا می باشد. در هر جامعه منسجم هر عضو باید نسبت به یکدیگر احساس فروتنی داشته باشند. خود مسیح مثال آشکاری از این رفتار بود. علی‌رغم مافوق بودن معنوی آشکارش، مانند خدمتگزار عموم رفتار میکرد و پاهای حوریان را هنگامی که در بین خودشان بر سر اینکه چه کسی بهترین ایشان است مجادله میکردند میشست. مسیح از ما خواسته که وی را در این روش الگوی خود قرار دهیم. یوحنا 13:14-15 و متی 20:25-28.
تعالیمی که در اسلیسیا داده می شود باید آشکارا بر پایه کلام خداوند باشد. کسانی که در اسلیسیا سخنرانی می کنند در واقع از طریق صحبت کردن از طریق وی خداوند را منعکس می کنند. از این مطلب که خداوند مذکر می باشد برداشت می شود که فقط برادران مسیحی باید هدایت مردم را مطابق کلام خداوند انجام دهند. آیه اول قرنتیان 14 باب 34. به سادگی این را گفته است: زنان در جلسات باید ساکت باشند، آنها نباید سخن بگویند. آیات اول تیموتائوس 2 باب 11 تا 15. دلیل این را به اتفاقات باغ بهشت نسبت می‌دهند، چون حوا به آدم گناهکاری را آموخت، پس آنها نباید اینک به مردها تعلیم بدهند. این از که خداوند آدم را قبل از حوا آفرید نشان می‌دهد که هر زن بعد از شوهر خود اطاعت کند. اول قرنتیان 11 باب 13. و بنابراین از نظر معنوی و روحی مرد باید زن را رهبری نماید و نه برعکس. به خاطر تمام این مسائل زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل به فراگیری مسائل روحانی بپردازند. اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چیز یاد بدن و یا برعکس و یا بر آن مسلط شوند. زنان باید در جلسات کلیسا ساکت باشند. علت این امر آن است که خدا نسبت آدم را آفریده و بعد هوا را. و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد، بلکه هوا فریب خورد و گناه کرد. از این جهت خدا زنان را به درد زایمان دچار ساخت. اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت و پاکی را در پیش گیرند، روحشان را نجات خواهند داد. اول تیموتائوس 2 11 و 15. از این امر مشخص می شود که کتاب مقدس نقش های خاصی و جدایی را برای مؤمنان زن و مرد مشخص کرده است. در موارد خاصی به زن دستور داده شده است که ازدواج کند، بچه دار شود، خانه‌داری کند. اول تیموتائوس 5 باب 14. این نشان می دهد که محیط تلاش معنوی آنها خانه می باشد و برابر این کارهای عمومی اسلیسیا به عهده مرد می باشد. این با تئوری های بشری در مورد برابری زن و مرد که طی آن یک زن متعهد شاغل می تواند از هر نظر، از مدیریت بودجه خانواده گرفته تا پوشیدن لباس مردانه، ادعای برابری با شوهر را نماید، تضاد زیادی دارد. به نظر می آید که متولد کردن بچه به صورت یک اسباب زحمت تبدیل شده است که به صورت لزوم نگهداری سطحی از بهداشت احساسی در یک دنیای کاملا مادی و خودخواه به آن نگاه می کنم. مؤمنان واقعی از این جنب روزگار اجتناب خواهد کرد، ولی همیشه برقراری نوعی توازن لازم می باشد. شوهر نباید سرور همسرش باشد، بلکه برای او را دوست داشته باشد، همطور که مسیح ما را دوست داشته است. افسیسیان 5 باب 25. و شما ای شوهران، رفتارتان با همسرانتان باید با ملاحظه و توأم با احترام باشد، چون ایشان ضعیف‌تر از شما هستند. و در ضمن فراموش نکنید که ایشان شریک زندگی روحانی و برکات الهی می باشند. اول پتروس 3 باب 7. از نظر روحی تعمید به نام مسیح مرد و زن را مساوی می نماید. غلاطیان 3 باب 27 و 28 شروع به اول قرنتیان 11 باب 11. با این حال این از واضحه که هر زن باید شوهر خود اطاعت کند. اول قرنتیان 11 باب 3. در مسائل عملی و روانی در خانواده در اسلیسیا تحت تاثیر قرار نمی گیرد. برای نشان دادن تشخیص این از یک مؤمن مؤنث باید هنگامی که برادری در حال تعلیم کلام خداوند می باشد موهایشان را بپوشاند. این در عمل به نام معناست که زن باید در تمام جلسات اسلیسیا یک کلاه یا روسری بر سر داشته باشد. تفاوت نقش بین زن و مرد بر از طریق نحوهی که زن و مردان موهایشان را درست می کنند تاکید شود. اول قرنتیان 11 باب 14 و 15. همچنین اگر زنی در جلسه با سری برهنه دعای نبوت کند، به سرش یعنی شوهرش با توجه به آیه 3 بی احترامی کرده است، زیرا زن با پوشیدن سر خود اطاعت خود را از شوهر نشان می دهد. اگر زن نمی خواهد سر خود را بپوشاند، باید موی سرش را بتراشد، و اگر از این عمل خجالت می کشد، پس باید سر خود را بپوشاند. پس زن باید سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که مطیع شوهرش می باشد. اول قرنتیان 11 باب 5 6 و 10. شکستن نان.
اطاعت از دستورات مسیح در تقسیم نان و نوشیدن شراب به یاد فداکاریش در کنار دعا کردن و خواندن کتاب مقدس امری حیاتی می باشد. عیسی دستور داده است این عمل را به خاطر بیاورید من انجام دهید. لوقا 22 باب 19. آرزوی وی این بود که طرفدارانش تا بازگشت مجدد مسیح و زمانی که وی میتواند در نان و شراب آنها سهیم باشد این کار را مرتبا انجام دهند. اول قرنتیان 11 باب 26 و لوقا 22 باب 16 و 17. نان نشان دهنده بدن مسیح است که به صلیب کشیده شد و شراب نشان دهنده خون وی است. اول قرنتیان 11 باب 23 و 27. به نظر می آید که ایمان آورندگان اولیه این کارها را به طور دائم اعمال رسولان 2 باب 46 و 42 و قاعدتا هفته یک بار انجام می دادن. اعمال رسولان 20 باب 7. اگر ما مسیح را واقعا دوست داشته باشیم دستورات وی را اطاعت می کنیم. یوحنا 15 باب 11 و 14. اگر ما رابطه شخصی راستینی با وی داشته باشیم مشتاق خواهیم بود که فداکاریش را همونطور که خودش خواسته بود به یاد داشته باشد و در نتیجه خودمان را در رابطه با به یاد آوردن رستگاری بزرگی که به آن دستیاف تشویق نماید. لحظه سکوت و مرور عذابی که وی روی صلیب کشیده آزمایشات ما را در مقابل سختی هایی که وی کشیده بی‌ارزش و کمرنگ جلوه می دهد. تقسیم نان اساساً عملی برای یادآوری است و هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای در نتیجه انجام این عمل رخ نخواهد داد. این کار ممکن است همان ضیافت دستورات موسی می باشد. لوقا 22 باب 15 و اول قرنتیان 5 باب 7 و 8. این ضیافت برای یادآوری های رهایی بزرگ بنی اسرائیل از مصر که خدا از طریق موسی و در دریای سرخ نیرو فرستاد و از طریق تعمید و آن مربوط می شود می برد. بنابراین اطاعت از این امر باید عملی باشد که ما طبیعتاً بخواهیم انجام دهیم. استفاده از نان و شراب از نظر فیزیکی عشق مسیح و البته تمام مسائل مربوط به رستگاری ما را به واقعیت می پیوندند. بنابراین تقسیم نان به صورت هفته یک بار نشان می دهد که ما از وضعیت روحی سالم برخوردار هستیم. اگر فردی نمی تواند این کار را همراه دوستان مؤمنش انجام دهد، باید این عمل را در تنهایی انجام دهد، چرا که هیچ بهانه ای نیست تا جلوی ما را بگیرد که از این امر اطاعت ننماییم. ما باید تمام تلاشمان را بکنیم که برای این مراسم همیشه نان و شراب داشته باشیم. البته در شراب خاص حتی نداشتن اینها نباید مانع این شود که ما به بهترین روش به یاد مسیح باشیم. مسیح از شراب میوه لوقا 22 باب 18 استفاده کرد، پس ما باید شراب انگور سرخ استفاده کنیم. گرفتن عبرت از عذابهای مسیح و از خود گذشتگیش بزرگترین افتخاری است که میتواند نصیب یک زن یا مرد شود. بهره بردن از آنها از طریق توجهات نادرست نسبت به آنچه نمایش میدهند نهایت کفر میباشد و اینطور آمده است. بدین ترتیب هر بار که این نان را میخورید و از این پیاله مینوشید در واقع این حقیقت را اعلام میکنید که مسیح برای نجات شما جان خود را فدا کرده است. بنابراین اگر کسی با رفتارهای ناشایست از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد به بدن و خون خداوندمان عیسی مسیح بی‌احترامی کرد و نسبت به آنها مرتکب گناه شده است. اول قرنتیان 11 باب 26 و 27. بنابراین عمل تقسیم نان باید در زمان و مکانی انجام گیرد که افکار افراد از هیچ نظر گسیختگی و منقطع نگردد. برای این کار باید این عمل را صبح زود یا شب در اتاق خواب یا همان مکان مناسب دیگری انجام داد و به ما پیشنهاد شده است که شخص پیش از شرکت در این آیین با دقت خود را امتحان کند تا ببینه آیا شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه. اول قرنتیان 11 باب 28. بنابراین ما باید فکرمان را مثلا از طریق نگاه کردن به موارد ثبت شده در مورد مصلوب شدن در انجیل قبل از انجام این کارها بر فداکارای مسیح متمرکز نماییم. با انجام این کار به روش مسیح مسلما وجدان خودمان را نسبت به مسیح را مورد آزمایش قرار خواهیم داد. یک ترتیب مناسب برای انجام تقسیم نان به شهر زیر است. 1. دعا کردن. تواضع آمرزش از خدا در جلسات، متوجه ساختن ما در رابطه با درک کلام وی، به یاد آوردن احتیاجات دیگر مؤمنان، ستایش وی به سبب علاقه‌اش به ما، خصوصا علاقه‌ای که به فرستادن
مسیح نشان داد و دعا کردن در مورد هر موضوع خاص دیگر. 2. خواندن کتاب مقدس در طی روز آنطور که در همراهی کتاب مقدس مقرر شده است. 3. تمرکز به درس عبرت آنها یا خواندن یک نصیحت. مطالعه کتاب مقدس در رابطه با بخش هایی که ما را به طرف نیات خدمتمان یا همان به یادآوری مسیح راهنمایی می کند. 4. خواندن آیات اول قرنتینیان 11 باب 23 و 29. 5. خودآزمایی با مدتی سکوت. 6. دعا کردن برای نان. 7. تقسیم نان و خوردن تکه کوچکی از آن. 8. دعا کردن برای شراب. 9. نوشیدن شراب. 10. دعای پایانی. تمام این کارها کمی بیشتر از یک ساعت به طول خواهد انجامید. ازدواج. این بخش را با در نظر گرفتن موقعیت افرادی که در زمان تمید مجرد هستند آغاز می‌کنیم. نوشته های متعددی که شامل مثال هایی از مسیح پولس و دیگران می باشد وجود دارد که افرادی را که مجرد هستند تشویق می کنند که حداقل مسئله مجرد ماندن را برای متعهد کردن کامل خود به کارهای سرورشان در نظر بگیرند. اول قرنتیان 7 باب 7 و 9 و 7 باب 32 و 38 رجوع به دوم تیموتائوس 2 آیه 4 و متی 19 باب 11 12 29 و جامعه 9 باب 9. اما اگر شما تصمیم دارید ازدواج کنید گناهی مرتکب نشدید. اول قرنتیان 7 باب 28 بسیار از حواریان متأهل بودند. اول قرنتیان 9 باب 5 و ازدواج آنگونه که خدا در نظر دارد برای سودآوری های جسمانی و روحی تحریزی شده است. به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی نگاه دارید. عبریان 13 باب 4 شایسته نیست که انسان تنها بماند مگر اینکه بتواند خود را به مرحله بالا از حالات روحانی برساند. بنابراین خدا ازدواج را بنا نهاد. پیدایش 2 باب 18 و 14. بنابراین وقتی مردی همسری پیدا می کند نعمتی می یابد. آن زن برکتی از جانب خداوند. زن عاقل بخشش خداوند است. امثال 18 باب 22 19 باب 14. مفهوم این آیه این است که افراد در تمایلات جنسی خارج از پیوند زناشویی زنا محسوب می شود. تذکر در مقابل زنا، روابط جنسی بین افرادی که دارای پیوند زناشویی نیستند، زنای محسنه، روابط جنسی بین دو نفر که با فرد دیگری ازدواج کردند و هر نوع کار غیر اخلاقی در عهد جدید به میزان زیادی مشاهده شده است. تقریبا تمام نامه ها حاوی این تذکرات می باشد. آیه زیر برخی از این تذکرات می باشد. اعمال رسولان 5 باب 20 و رومیان 1 باب 29 و اول قرنتیان 6 باب 9 و 18 و 10 باب 8 و دوم قرنتیان 12 باب 21 و غلاطیان 5 باب 19 و افسسیان 3 باب 5 و اول تسالونیکیان 4 باب 3 و آیه 7 یهودا و اول پتروس 4 باب 3 و مکاشفه 2 باب 21. اصل اساسی آیه پیدایش 2 باب 24 گناه همجنس بازی را متذکر می شود. نیت خدا این بوده که مرد و زن با هم ازدواج کنند و با هم یگانه شوند. خداوند یک زن و نه یک مرد دیگر را خلق کرد که به آدم کمک کنند. روابط جنسی بین مردها مکررن در کتاب مقدس مورد نهی قرار گرفته است. سدوم به خاطر همین گناه از بین رفت. پیدایش باب 19 و 18. پولس نبی خیلی واضح گفته است که اسرار بر این اعمال غضب خدا را به همراه دارد و آن فرد از ملکوت خداوند بی نصیب نمی ماند. رومیان 1 باب 18 و 32 و اول قرنتیان 6 باب 9 و 10. اگر ما زمانی دست به این کار زده باشیم بدان معنا نیست که دیگر از کمک خداوند بی نصیب خواهیم ماند. خدا بخشنده است. آنان که بخشایش وی را تجربه می کنند باید به خداوند احترام بگذارند. مزامیر 130 باب 4. اسلیسیا در واقع
کورنس دارای تعداد زیادی همجنس باز بود که توبه کرده بودند. بعضی از شما در گذشته چنین زندگی گناه آلودی داشتید، اما اکنون گناهانتان شسته شده است به وسیله تعمید و شما وقف خدا و مورد بسند او شده اید به وسیله تعمید. و این کار در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر می شود. اول قرنتیان 6 باب 9 و 11. مشارکت. کلمات یونانی که به رفاقت و همدلی ترجمه شدن، اساساً وضعیت داشتن چیزی مشترک یا همان اتحاد مشترک را توصیف می نماید. اتحاد مشترک به کلمه مکالمه کردن مرتبط است. از طریق دانستن و عمل کردن به کلام خداوند ما با وی و تمام افراد دیگری که از طریق مسیحیت این اعمال را انجام می دهند رفیق هستیم. نادیده گرفتن مسئولیت هایی که ما را در رابطه با رفاقت با دیگران داریم آسان است. از نیکوکاری و کمک به نیازمندان یعنی رفاقت غافل نشوید. عبرانیان 13 باب 16. آیه فیلیپیان 1 باب 5 راجع به رفاقت در انجیل صحبت می کند. برای این زیربنای رفاقت های ما تعالیمی هستند که انجیل واقعی را در بر دارد. به همین دلیل رفاقتی که مؤمنان واقعی از آن لذت می برند فراتر از هر مؤسسه یا کلیسایی می باشد. به خاطر همین رفاقت مسافت های زیادی را طی می کنند که یکدیگر و دیگر مؤمنان تنها را ملاقات کنند و در هر جا ممکن است باید نهایت استفاده را از تماس تلفنی و نامه‌نگاری بنمایید. پولس در مورد رفاقت روح صحبت می کند. فیلیپیان 2 باب 1. یعنی همان رفاقتی که بر پایه همان اطاعت از روح و روان خداوند همونطور که در روح و کلامش مشخص شده است می باشد. یکی از بزرگترین نشانه های رفاقت اجرای مراسم تقسیم نان به صورت گروهی است. مؤمنان اولیه در تعلیمی که رسولان می دادن و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می کردن و هر روز مرتب در خانه ها برای شام خداوند جمع می شدن و با خوشحالی و شکرگزاری هرچه داشتن به هم می خوردن. اعمال رسولان 2 باب 42 و 46. شرکت در نشانه هایی که نماینده محور مرکزی امید ما می باشد ما را در اتحاد قلب ها به هم پیوند می دهند. پیاله ای که به هنگام شام خداوند از آن می نوشیم و برای آن دعای برکت می کنیم، آیا به این معنی نیست که هر کس که آن را می نوشد در برکت خون مسیح شریک می شود و نانی که قسمت کرده با هم می خوریم آیا نشان نمی دهد که ما با هم در برکات بدن مسیح شریکیم؟ تعداد ما هر قدر هم که باشد همه از همان نان می‌خوریم و نشان می‌دهیم که همه عضو یک بدن می‌باشیم، یعنی بدن مسیح. اول قرنتیان 10 باب 16 و 17. بنابراین ما موظفیم که نشانه های فداکاری مسیح را با تمام افرادی که از اعمال وی سود می‌برند و در آن یک قرص نان سعیم هستند تقسیم نماییم، اما فقط آنان که به نام مسیح تعمی شدن با دریافت حقیقت در این موقعیت هستند و سعیم کردن افراد دیگر در این نشانه ها زحمت عبث می باشد. رفاقت ما با خدا و مسیح دیگر مؤمنان به پذیرش مشترک واقعیت های تعالیم که شامل ایمان واحد می باشد محدود نمی باشد. روش زندگی ما باید مطابق با اصولی باشد که در آنها بیان شده است. خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد. پس اگر بگوییم که با خدا ارتباطی نزدیک داریم، ما در تاریکی و روحانی در گناه زندگی می‌کنیم. دروغ می‌گوییم. اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون مسیح فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. اول یوحنا 1 باب 5 و 7. از این آیات مشهود است که رفاقت هنگامی پایان می‌یابد که یک مؤمن شروع به قبول عقاید مختلف بکند و یا به روشی زندگی کند که مشخصاً خلاف تعالیم آشکار کتاب مقدس می‌باشد. به دنبال لذت‌های بی‌ارزش گناه و تاریکی نروید، بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگان آشکار شود. افسسیان 5 باب 11. باید سعی شود که تمام مردم به راه راست پا بگذارند، همانطور که چوپان به دنبال تنها گوسفند گم شده خود بود. لوقا 15 باب 1 و 7. یکی از واضح ترین نوشته ها در رابطه با رفاقت در آیات دوم قرنتینیان 6 باب 14 و 18 یافت می شود.
با بی ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد نکنید. آیا می تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارند؟ از این روز که خدا می فرماید از میان گناهکاران خارج شوید، خود را از ایشان جدا سازید، به چیزهای ناپاک دست نزنید تا شما را بپذیرم، آنگاه من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من. ما نشان دادیم که چگونه کلام خداوند همان نور می باشد. این آیه ها توضیح می دهد که چرا ما نباید با کلیساهایی که تعالیم اشتباه می دهند رفاقت کنیم. چرا نباید با آنان که واقعیت را نمی دانند ازدواج کنیم و چرا باید از روش های دنیوی اشتباه ورزیم، اجتناب ورزیم. هنگامی که از دنیا جدا می شویم، افتخار بی حد و حساب تبدیل شدن به دختران و پسران خداوند و قسمتی از یک خانواده جهانی که همین رابطه را دارن همراه برادران و خواهران ما نصیب ما می شود. فقط یک جسم، یعنی یک کلیسای واقعی وجود دارد. افسسیان 1:23 که بر اساس آنان که دارای یک امید، یک خداوند، یک تعمید و یک ایمان می باشند پایه‌گذاری شده است. یعنی همان تعالیم واحد که یک ایمان را در بر دارد. افسسیان 4:4-6 امکان ندارد که فردی قسمتی از این یک جسم باشد و در این حال با دیگر انجمنهای مذهبی که دارای ایمان واقعی نیستند رفاقت داشته باشند. از آنجایی که نور با تاریکی هیچ رفاقتی ندارد، اگر ما رفاقت با تاریکی را انتخاب کنیم، پس خود را در زمره پیروان تاریکی محسوب نموده ایم. اگر این مطالعات را با دقت دنبال کرده باشید، اینک مشهود است که هیچ موقعیت تمامی در رابطه با خداوند وجود نخواهد داشت. ما یا از طریق تعمید به نام مسیح همراه او هستیم یا نیستیم. ما یا با گوش فرا دادن به تعالیم درست و اطاعت عملی از آن در نور هستیم و یا در تاریکی. هیچ فردی نمیتواند در هر دو وضعیت قرار داشته باشد. معرفت ما نسبت به این مسائل به ما درجه مشخصی از مسئولیت نسبت به خدا را اهدا می کند. ما اینک مانند یک انسان عادی در خیابان راه نمی رویم و زندگی روزانه من را دنبال نمی نماییم. خداوند با دقت اعمال ما را دنبال می کند. خداوند و مسیح و تمام مؤمنان واقعی می توانند انسان را متقاعد سازند که تصمیم درست در اتخاذ نماییم. مسیح و ما هم به همان اندازه خداوند همه تلاشمان را می‌کنیم تا به شما کمک کنیم، حتی در این حد مانند خداوند که گذاشت تنها پسرش برای ما بمیرد. نهایتاً رستگاری شما به تصمیم اختیارتان در رابطه با قبول امید بزرگی که اینک به شما ارائه شده است بستگی دارد. پس لطفاً تصمیم بگیرید که تعمید شوید و این روش را دنبال نمایید. اگر به آدرسی که در اول این کتاب ذکر شده نامه بنویسید، ما خوشحال خواهیم شد که این موقعیت را برایتان فراهم نماییم. آمین.